سلام خوش اومدین به هشتمین اپیزود از سومین فصل برینکست برینکست به عنوان رسانه تخصصی علوم شناختی و مغز در سومین فصل داره تخصصی به موضوع تفکر انتقادی میپردازه اما به زبان ساده من پویا پاک نجات هستم اینجا استدیو آپارات و در هشتمین اپیزود هم در خدمت آیده رضایی هستم دانش آموخته و پژوهشگر فلسفه علم آیده سلام سلام پویا خیلی ممنون از دعوت دوباره و دوباره و دوباره و تا برسیم با هم دیگه به قسمت هشتم سوگیری رو تموم کردیم و فکر کنم که میخوایم یه سری استراتژی‌های های ضد سوگیری با همدیگه نگاه بکنیم خیلی عالیه خب یه گذری بزنیم به اون چه که تا الان گفتیم سوگیری که بررسی کردیم چی بود؟ حالا من ترتیبش رو ممکنه الان درست نگم پاریدولیا بود، مقالطه قمارباز بود، سوگیری تایید بود بارنوم بود اطلاعات غلط بود قدرت پیشنهاد و لنگر انداختن لنگر انداختن دقیقا شد هفت سوگیری ما پیشتر از اونم در مورد این صحبت کردیم که چه وقتی اعتماد کردن به چیزایی که داریم میبینیم یا میشنویم معقوله یعنی گفتیم که ما میتونیم به یک چیزی باور داشته باشیم باور داشته باشیم که اون یک صحبت معقولیه مگر اینکه ما چیزی رو پیدا بکنیم که بتونیم به صورت جدی به اون ایده خودمون شک بکنیم در واقع سوگیری ها انگار ما رو توی موقعیتی قرار میدن که بتونیم به اون چیزی که میبینیم یا حتی میشنویم شک بکنیم دیگه درسته ما توی مثالی که در مورد سوگیری بررسی کردیم دیدیم که در واقع سوگیری ها جوری ما رو منحرف کردن که ما باعث شد فکر کنیم که داریم یک معامله خیلی عالی انجام داریم اون چیزی که مثلا میشنویم درسته فکر کنیم که یکی تیراندازیش خیلی خوبه و و همینجوری در واقع ما رو اومدن از حقیقت منحرف کردن در واقع حالا که ما از این سوگیری ها آگاهیم به نظر میاد که میتونیم بریم یه قدم جلوتر و بگیم که حالا اینو چطوری میتونیم توی سازمانی که داریم توش کار میکنیم اگه شرکتیه اگه مرتبط با موضوعات پزشکی مالی اجتماعی چطوری میتونیم اینو یک اثردهی خوبی بدیم و جلوگیری بکنیم از اینکه به صورت گسترده یعنی از فردیت بگذاریم به صورت گسترده مانع این بشیم که دوچار این سوگیری دنیل کانمن که اشاره شد بهش یه موضوع جالبی رو مطرح میکنه میگه که شما اگه یک سازمانی دارین شرکتی دارین در معرض انواع اقسام توصیه ها هستین تصمیم گیری باید بکنین باید قضاوت های خیلی مهمی انجام بدیم بحث هزینه های هنگفتی ممکنه در میون باشه از خودتون سه تا سال مهم بپرسین اول اینکه آیا در واقع توصیه‌ای که دارین میشنوین آیا اون افرادی که دارن به شما اون توصیه ها رو میکنن پیشنهادات رو میکنن تحت تاثیر تجربیات گذشتهشون هستن وابستن آیا به تجربیات خودشون یا به دانسته هاشون در واقع چقدر اعتماد دارن چون بالاخره این چیزهایی که در درون اون افراد هست و اگه بخوایم واقع بینانه بهش نگاه بکنیم امکان نداره که اونها اگه پیشنهادی میدن توصیه میدن تحت تاثیر این چیزها نباشه تحت تاثیر تجربیات خودشون چیزهایی که بهش اعتماد دارن نباشه پس ما خیلی مهمه که این چیزها رو در اون افراد شناسایی بکنیم دومین نکتهش اینه که اون افراد آیا اون چیزی که دارن به ما توصیه میکنن پیشنهاد میدن رو عمیقا بهش باور دارن و دوست دارن اون کارو چون اگه بخوایم خیلی کلی به این قضیه نگاه بکنیم افراد خیلی محتمله که چیزهایی رو به ما پیشنهاد بدن که خودشون هم عمیقا دوست دارن ممکنه که ضرورتا علاقه شخصی ما رو در نظر نگیرن چیزی که نظر خودشونه علاقه خودشونه رو بخوان به ما هم بگن و سومیشم اینه که بررسی بکنیم که چقدر تفکر گروهی توی اون سازمان ما برقراره آیا ما داریم جلسات رو همه به نحوی پیش میبریم که همه میشینن دور هم و یک نظر یکسان دارن و در آخر هم این نتیجه گیری میرسن یا نه ما میذاریم که تیم مخالف هم اونجا باشه و بتونیم از جنبه های مختلفی به یک مسئله نگاه بکنیم به یک پیشنهاد نگاه بکنیم در ادامه من میخوام به 6 تا از استراتژی های ضد سوگیری اشاره بکنم که در واقع به ما کمک میکنه که به صورت گسترده توی سازمان توی شرکت توی هر تجارت و کاری که داریم اونا رو بتونیم به کار ببریم و در واقع بتونیم این خطاهای شناختی رو در خودمون در سازمانمون خونسا بکنیم اولیش همونطور که اشاراتی هم بهش شد همین آگاهی از سوگیریه یعنی این خودش یک قدم ضد سوگیریه اینکه ما بدونیم که الان در موقعیتی هستیم که ممکنه دچار یک سری سوگیری های شناختی بشیم ما رو میتونیم یه قدم ایمن بکنه در برابر اینکه مرتکب اون خطاهای شناختی نشیم و بتونیم ازش فاصله بگیریم دومین استراتژی در یک در واقع سازمان یا یک شرکت یا هر چیزی من فکر کنم حتی گروه های دوستی و خانوادگی و تحصیلی آره. و یعنی من فکر کنم اگه ما بتونیم حلقه های گفتگو مثلا توی مدارس داشته باشیم از بعد از اینکه یاد گرفتیم که اصلا سوگیری شناختی چی هست و انواعش رو شناختیم میتونیم هر از گاهی گفتگو کنیم با هم دیگه حالا چه توی جمع دوستی چه خانوادگی ولی من چون دقدقه اصلیم برای این فصل نوجوانا و مدارس هستن اینه گفتگویی داشته باشیم که مثلا هر روز صبح یه بار با هم چک کنیم که آقا مثلا دیروز چه سوگیری رو تو خود تشخیص دادی چون ما قاعدتا هر روز تحت تاثیر سوگیری ها آره هستیم دقیقا. حتی اگر هم نبودیم دوباره میتونیم به هم دیگه بگیم که ببین مثلا دیروز این اتفاق افتاد من میتونستم تحت تاثیر مثلا سوگیری تایید ولی نکردم مثلاً. خیلی خوب شد که بهش اشاره کردی آره دقیقا این مورد دوم هم خیلی جالبه میگن که خوبه که یک چیزی داشته باشین تحت عنوان تیم قرمز یعنی اینکه شما اگر دارین راجع یک مسئله تصمیم گیری میکنین تبادل نظر میکنین حتما یک گروهی رو اونجا در نظر بگیرین توی سازمانتون که اینا اصلا کارشون مخالفت باشه به اصطلاح تیم قرمزن یعنی اینا باید بگردن ببینن که این ایده‌ای که الان مطرح میشه این پیشنهادی که میخواد بره در چرخه عمل و به یک جایی برسه این چه نشتی میتونه داشته باشه کجا میتونه ما رو گیر بندازه ایرادش چیه بیای هی بهش ایراد بگیری هی بخوای سعی بکنی یک جوری ردش بکنی نه از روی بدخواهی و حالا چیزی که ممکنه سوء تفاهم ایجاد بکنه بلکه ایده رو انقدر وارسیش بکنی انقدر باش مخالفت بکنی تا همه عیب و ایراداتش بتونه برطرف بشه و در نهایت ما به یک ایده برسیم که صرفا نظر یک تعداد گروهی که با هم هم نظرن نبوده بلکه انگار که یک جوری آزمونش هم پس داده باشه این ایده چقدر مهمه خیلی. چقدر مهمه و چقدر وقتی این مدلی نیست از یک کشوری که همه یک صدا و گروههایی که بتونن از زوایای مختلف آنچه که هست و نقد کنن کشور رو ضعیف میکنه یک شرکت و سازمانی که همه دا هم نظرن همیشه با هم امده. و فضا اصلا متنوع نیست فضا کاملا هموجنه همه یک نظر دارن یعنی که از نظرگاه های مختلف به یک موضوع نمیتونن نگاه کنن و چقدر داریم تکاملی نگاه کنیم داریم شانس, شانس بقا رو پایین میاریم تکامل فرهنگی نگاه کنیم داریم دوباره شانس توسعه فرهنگیمون رو از دست میدیم فردی اگر نگاه کنیم اتفاقی که توی نسبت فردی ما با رسانه اینه که ما از این طرف تحت تاثیر حباب فیلتریم یعنی مدام داریم آدمای شبیه خودمون رو بله. میچینیم کنار خودمون که نظرهای خودمون رو بشنویم و از اون طرف هم تحت تاثیر اون اکو چمبرز ایفکت فقط داریم انگار این صداها رو دوباره چند برابرش هم میکنیم و خب خروجیش اینه که به نظر من بهینه است حالا حتی اگر نخوایم بگیم که وقتی منتقد نداریم اینه که به حال خیلی وقتا به نتیجه نمیرسیم دیگه چون اون گروه قرمزی که میگی به نظرم حتی تو گروه های دوستی خودمون هم میتونه باشه یعنی افرادی که ما میدونیم خیلی وقتا ما درباره یه سری چیزایی که باش اصلا انگار بعضی هستن باشون که صحبت میکنی اول میگن نه و در عین حال که اون مخالفت اصلا هم میدونیم که به قول تو از روی بدخواهی نیست اون کاراکترش انگار این تیپیه که داره یه سری نقصایی مونه که چقدر خوبه حالا من نمیگم تیم یه جوری بچینیم همه این شکلی باشن ولی دقیقا همونجوری گفتی توی یه سازمان یک گروه قرمزی داشته باشیم که اصلا چرخه بهبود مستمر توی سازمان ها یا continuous improvement بر اساس همین اولین گامش چهار تا گام داره اولین گامش اینه که من بتونم این نقایص رو ببینم که بعد حالا برم به این سمت که سلوشنی رو راه رو پیشنهاد کنم اجراش کنم فیدبک بگیرم دوباره برسه این دوباره چالش ها یعنی این دیدن این جایگاهه شاید حتی خیلی مهمتر باشه چون احتمال مسئله هم میتونم رو میتونم برای اون دقیق تر تعریف کنم و احتمالا به راه حل بهتر میتونیم برسیم راه حلا داره خیلی جالب میشه آره دقیقا یعنی خیلی مهمه که ما یک ادهی رو داشته باشیم که اینا روی موج به اصطلاح سوار نشن چون واقعیت اینه که همونطور که خودت گفتی مخالفت درست اصلا تاثیر مثبت داره آدم رو خلاقتر میکنه ذهنش رو پویاتر میکنه و باعث میشه که تو دیگه کمتر مستعد قرضورزان تصمیم گرفتن باشی استراتژی بعدی که میخوام راجبش صحبت بکنم اینه که برای خودم خیلی جالب بود یعنی اصلا بهش فکر نکرده بودم اینی که مثلا وقتی که در تو یک جلسه هستیم میخوایم یک نتیجه گیری بکنیم شاید به یه ارقام و رقمی میخوایم برسیم یک رأی اولیه ناشناس پیش خودمون داشته باشیم میدونی این چی کار میکنه؟ قضیه اینجاست که اینطوری وقتی که توی جلسه مثلا یک سری عدد مطرح میشه میخوایم به یک سرمایهی در واقع برسیم اون رأی اولیه ناشناس باعث میشه که ما تحت تاثیر اثر لنگر انداختن قرار گرفته نشیم چرا چون فرض کن که یکی یک رقم مثلا خیلی بالایی پیشنهاد میده ما توی تخمین های خودمون در نظر گرفته بودیم که مثلا یک عدد بعدی همچی حدودی مثلا بشه اونو میذاریم به عنوان رأی اولیه ناشناسمون حالا وقتی اون فرد میاد یک عدد خیلی بالاتر از این میده ما میدونیم که اون داره خیلی بالا میده چرا چون توی تخمین ما مون یک رأی اولیه ناشناس داریم که آقا این باید همین حدود باشه پس دیگه اون نمیتونه با اون اثر لنگر انداختنش ما رو بکشه به سمت بالا و کاری کنه که شاید خیلی بیشتر از اون چیزی که باید و اصلا در توانمونه بخوایم سرمایه گذاری بکنیم روی یک چیزی آره خیلی جذابه خیلی بامزه بود این منم آره منم موافقم حالا نه فقط در حالا مثلا برآورد سرمایه گذاری مثلا روی موضوع هر چیزی اصلا داشتم فکر توی هر جلسه از بعد <laughs> سوال من مطرح کنم مثلا اگه از مدیره کسی نشستن یه جوابی بنویسن اول بعد حالا درباره اون موضوع صحبت کنیم چون احتمالا ممکنه حالا الزان تحت تاثیر سوگیری نیست خیلی وقتا ممکنه کسی یک موضوعی رو مطرح کنه که افراد دیگه ندیدن و تحت تاثیر اون نظر واقعیشون عوض بشه بله آره ولی اینکه ما یک بار یه میانگین صفر داشته باشیم بعد ببینیم که تو اون جلسه چی شده و بعد حتی دربارش با این صحب... با هم صحبت کنیم بگیم که خب بیان حالا به این فکر کنیم ما تحت اصلا سوگیری نظرمون عوض شده یا نه واقعا به نظر میاد که مثلا بحثی که انجام شده معقول بوده ایده جزایی بود خیلی جالب بود به نظر خودم هم. استراتژی بعدی اینه که ما بتونیم یک فضای به اصطلاح پیشمرگ برای خودمون داشته باشیم به چه معنا به این معنی که ما بتونیم خودمون رو آماده بکنیم به صلاح تو اون فضای پیش که اگه تصمیمی که داریم الان میگیریم حالا بحث تجاری بحث شخصی هر چی که هست قراره به یک فاجعه منجر بشه ما بتونیم یک تصویرسازی از اون زمانی که فاجعه رخ داده بکنیم و بتونیم اینطوری راههایی که ممکنه منجر بشن به اون فاجعه رو شناسایی بکنیم و در واقع اون مسیر رو ببندیم یعنی تصور کنیم که الان همه چیزایی که انتظارشیم بد پیشرفته و ما الان افتادیم توی دردسر بزرگ و حالا توی این بحرانیم چطوری میتونیم از این بحران خودمون رو بیاریم بیرون و اصلا چجوری میتونیم کاری بکنیم که به اون بحران نیفتیم یعنی واقعیت اینه که چشممون رو نبندیم روی اینکه خب من همه چی رو برنامه‌ریزی کردم همه چی قراره همونطور روی کاغذ طبق تئوری درست پیش بره نه بالاخره همه قاره... بدترین سناریو ممکن آره، 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 در نظر. نظر بگیریم و حالا که در نظر بگیریم میتونیم کم کم یک خط فکری رو ترسیم بکنیم از اینکه چطور ممکنه که کار ما برسه به اون و وضعیت فاجعه بار و در نتیجه ازش جلوگیری کنیم خیلی مهمه فکر کنم الان به صورت روتین هم توی کسب و کارهای سوالی که سرمایه گذاریم پرسن اینه که ورس کیس سناریوی شما چیه آره. و توی اون حالت میخواین چیکار کنید دقیقا دقیقا و استراتژی بعدی اینه که شما باید بتونین از تصمیم از قضاوتی که میکنین بعدا دفاع بکنین یعنی پیش خودتون این چالش رو راه بندازین که اگه من دارم این انتخاب رو میکنم برای کسب و کارم برای زندگی شخصیم دارم همچین تصمیمی میگیرم اگه از من از بیرون سوال پرسیده بشه یا اصلا خودم از خودم بپرسم چطوری میتونم دفاع خوبی ازش داشته باشن دفاع منطقی و جانانه ای داشته باشن چون خیلی محتمله که شما شما اگه در واقع انتخابی رو انجام بدین که بتونین ازش دفاع بکنین محتمله که اون انتخاب انتخاب بهتری باشه انتخاب مناسب تری باشه چون حتما براش دلیل داشتین استدلال داشتین پیش بینی هایی کردین و عواقبی رو در نظر گرفتین من این دقیق متوجه نشدم ببین میگه که در واقع ما باید بتونیم تصمیمی که میگیریم رو ازش دفاع بکنیم یعنی تصمیم ما یک تصمیم ما مستدل باشه به اصطلاح بر مبنای یک سری استدلال باشه بر مبنای یک سری منطق باشه و اگه از ما پرسیده شد که چرا این تصمیم رو گرفتی چرا این انتخاب رو کردی چرا این سرمایه گذاری رو کردی صرفا این نباشه که حس کردم اینطوری بهتره یا دلم خواست یعنی این ممکنه که برای بعضی جوانب شخصی زندگی ما کافی باشه اما واقعیت اینه که اگر شما یک کسب و کار یا یک سازمانی دارین این میتونه شما رو کلا به سمت ورشکستگی ببره چون به نظر میاد که پایه منطقی و پایه در واقع عقلانی ممکنه نداشته باشه اما اگه خودتون در جایگاهی قرار بدین که بگین که خیلی خب من این انتخاب رو کردم و انتخاب من به این دلیل به این دلیل قابل دفاع هست حالا محتمله که تصمیمی که شما گرفتین خیلی تصمیم بهتر و معقولان باشه آخه من اینو به عنوان استراتژی اینکه تحت تاثیر سوگیری قرار نگیریم نمیفهمم فکر می کنم مثلا این پیشفرض هر تصمیم گیری اینه که براش صورت بندی منطقی داشته باشیم ولی از اون طرف هم پژوهشگرای حوزه تصمیم گیری خیلی در این صحبت میکنن که ما به صورت ناهوشیار به صورت بر اساس گات فیلینگمون بر اساس هر چیزی که ما نمیدونیم دقیقاً چی اون سیستم یکی که شاید من میگه اصولا انتخاب میکنیم حالا میخواد انتخاب همسر باشه نیروی انسانی باشه نمیدونم موبایل باشه هر چیزی که میخوایم خیلی ماشین باشه و بعد شروع میکنیم برایش صورتمندی منطقی میسازیم که آنچه که صورت ناهوشیار انتخاب کردیم و توجیه کنیم یعنی من هر وقت درباره این سرفصل اینجوری میخونم خودم دوچاره یه تعارضی میشم و خب موقع انتخاب یه ذره بیشتر نگران میشم که خب این الان سوگیریه این گاتفلینگه این الان <تصفح> واقعا صورتمندی استدلال منطقیه شاید خیلی حتی این تجربه رو داشته باشیم که گاهی وقتا چیزهایی رو خریدیم که مثلا تا چند وقت قبل شاید مثلا مسخرش میکردیم یا برام جالب نبوده یا حتی کلی ایراد توش میدیدیم ولی انگار اصلا مکانیسم تصمیم گیری یه ذره پیچیده تر از اون چیزیه خیلی پیچیده تره و من راستش راجع به این استراتژی خاص خودم فکر کردم و این رو در خودم دیدم که زمانی که تصمیمی گرفتم که در نهایت به در واقع عواقب خوبی نداشته حس کردم که نتونستم واقعا از تصمیمم دفاع بکنم یعنی انگار که صرفا چون یک, یک میلی داشتم به اینکه اون کار رو انجام بدم چشمم رو بستم روی خطاها و ایراداتی که اون تصمیم داره و در واقع میتونم بگم چشمم رو بستم روی اینکه من دوچاره چه سوگیری هایی شدم که این تصمیم رو گرفتم و نتونستم راجبش دفاع بکنم اون تا صرفا چون علاقه داشتم اون کار رو انجام دادم و میگم ممکنه که این ضرورتا ما رو توی چاه نندازه اما به هر حال خطراتی داره که در اشل بزرگتر میتونه خیلی هزینه بر باشه آره من فکر کنم اگر که اون استراتژی قبلی رو حداقل لحاظ کنیم اون چیزی که گفتی که بدترین سناریوی ممکنه آره. در نظر بگیریم حداقل براش یه سری مکانیسم های خروج از اون بحرانه در نظر, <applause> در نظر گرفت. <تصفح> چون اصولا وقتی که ما احتمالا با این استدلال و صورتمندی منطقی مسیر رو طراحی نکردیم احتمالا به خروجش هم فکر نکردیم دیگه ما هم که کلا به صورت سنتی مدام داریم به همدیگه تعهد مادام العمر میگیم یعنی <applause> داریم مدام به هم میگیم که من تا ابد برای تو کار میکنم تا ابد دوستت دارم تا ابد نمیدونم هر چی تا ابد تو این کشور میمونم تا یعنی عبد... چون مدام هم داریم از این تعهدات ابدی میدیم به همدیگه و اون بدترین سناریو ممکنه در نظر نمیگیم که نه ما ممکنه که به هر دلیلی بخوایم که این این مشارکت رو ادامه ندیم و همیشه یک بدترین سناریوی ممکنی وجود داره و همیشه من هم بعد استراتژی خروج داشته باشم و همیشه از قبل بعد به این فکر کنم که اگر بدترین اتفاق ممکن افتاد اون وقت من خودمو سرزنش میکنم یا نه این مسیر رو بازم انتخابش میکنم خب خیلی وقتابت بدترین سناریو ممکن رخ میده پویا شیشمی و آخرین استراتژی ضد سوگیری که میخوام راجبش حرف بزنم اینه که ما باید بتونیم یک فرهنگ تفکر نقادانه و انتقادی به طور کلی در محیط کارمون حالا در مورد اینجا ایجاد بکنیم یعنی یک ایمنی ایجاد بکنیم به لحاظ روانی برای افراد که بتونن اگر انتقادی دارن اگر دارن اشکالی رو توی فرایند کاری میبینن بتونن راجبش صحبت بکنن اگه ما یک فرد جوانی رو استخدام کردیم توی شرکتمون که تازه کار تازه اومده با محیط داره آشنا میشه و داره یک سری ایرادات خیلی جدی میبینه نقص هایی رو متوجه شده اون انقدر احساس امنیت روانی به لحاظ شغلی به لحاظ روحی داشته باشه که بتونه بیاد اون رو با فردی که حالا رتبه بالاتری مقام بالاتری داره مطرح بکنه حرفش جدی گرفته بشه و بهش پرداخته بشه شخصی بهش دیده نشه در واقع این اگه بخوایم خیلی جزئی تر بهش نگاه بکنیم میتونیم حتی اشاره بکنیم به همون قضیه تیم قرمز یعنی کسانی باشن که جرأت این رو بتونن داشته باشن که راج مخالفت بکنن که بگن اینجا اشتباهه اینجا به نظر ما غلطه و حرفشون هم جدی گرفته بشه فارغ از اینکه این کار ممکنه خجالت آور باشه یک در واقع معذب بکنه فرد را یا اصلا به نظرمون به هر دلیلی درست نیاد اما خیلی مهمه که ما بتونیم توی سازمان ها این امنیت رو ایجاد بکنیم یه جمله خیلی معروفی هست که میگه که در واقع هیچ حسی به اندازه یه حس ترس توی افراد مانع پیشرفت یک سازمان یک ارگانی نمیشه که ما دائم بخوایم نگران جایگاهمون باشیم نگران روابط خصوصی بین افراد باشیم و این فرهنگ همونطور که شاید خودت هم الان به ذهنت رسیده باشه صرفا محدود نمیشه دیگه به فضای کاری توی هر فضایی ما اگه بتونیم تفکر نقادانه رو به کار ببریم ایمنی حاصل از تفکر نقادانه رو جا بندازیم بین افراد مطمئنا خیلی پیشرفت های مهمی می حاصل میشه توی اون فضا آره کلا من فکر کنم موضوع فرهنگ موضوع مطالعات فرهنگی مطالعات اجتماعی توی فضای تفکر انتقادی کشور ما خیلی جاش خالیه نشر اخترانی مجموعه 17 جلدی تفکر انتقادی داره یه جلدش مشخصاً مجموعه مقاله است درباره فرهنگ و تفکر مهم. انتقادی چهار تا مقاله خیلی جذاب خیلی هم کوتاهه هم به مخاطبان پیشنهاد میکنم بخوننش همین که کلا اگر بتونه اینجا بیفته افرادی که تو حوزه های مطالعات فرهنگی و رسانه تو حوزه های مرتبط با علوم اجتماعی جامعه شناسی علوم ارتباطات فعالیت میکنن اینکه تفکر انتقادی فقط شبیه به اتفاق خیلی خوبی افتاده الان توی کلاس دهم ده یه کتابی دارن مثلا تفکر و سواد رسانه اینکه الان این کتاب هست و دارن سواد رسانه و با دغدغه ترویج تفکر انتقادی رو به بچه های مدرسه درس دن خیلی اتفاق خوبیه ولی تو همون مدرسه تو همون کلاس درس بچه ها واقعا اجازه دارن سیستم رو نقد کنن بعد میان توی دانشگاه اجازه در دانشگاه ها نقد کنن توی جامعه اجازه در جامعه رو نقد کنن توی محیط خانواده اجازه در خانواده رو نقد کنن این فرهنگ ما هر جایی نقد رو به معنی مخالفت میدونیم مخالفت منفی در واقع و حتی گاهی وقتا به معنی جرم خیلی وقتا خیلی چیزها رو ما اگر نقد کنیم در کشور ما جرم محسوب میشه اه. این که ما بتونیم فرهنگ منظورم صرفا جرائم حقوقی قضایی نیست تو خیلی از سازمان ها ممکنه ما رو اخراج کنن بگن که شما اصلا توهین کردید البته که ما باید یاد بگیریم که مسلح به تفکر انتقادی باشیم ولی نقد رو به گونه ای بیان کنیم که شنیده بشه یعنی من نمیخوام ترویج تفکر انتقادی و با ترویج مثلا قورزدن زدن یا خوشونت یا هر چیزی هم ارز بگیرم ولی فکر می کنم که بین همه استراتژی که گفتی شخصا برای من این موضوعی که ما بتونیم به سرهای فرهنگی ایجاد کنیم که آدم ها فرصت ابراز انتقاد داشته باشن توی اکوسیستمی که تقریبا ما آخر هر رشته ای آخر هر علمی آخر هر حوزه تخصصی این کلمه انتقادی رو میتونیم بذاریم و از نظرگاه های جدید به اون موضوع بپردازیم تقریبا کریتیکال همه, همه چی, وجود داره و واقعیت ماجرا اینه که تو کشور ما هر کسی داره تو هر کدوم این حوزه ها فعالیت میکنه خیلی وقتا محبوب نیست و خیلی وقتا آسیب میبینه و من فکر کنم که ما اگر بتونیم به بهونه این فصل برینکست یک قدم خیلی کوچیکم هم برای این موضوع برداریم برای من خیلی ارزش من حالا جالبه که جف بزوس بنیانگذار آمازون یک جمله داره در این باره میگه که چیزی که من میخوام از حالا کارمندانم یا رهبرانم اینه که تعهد داشته باشن مصمم و استوار باشن و مخالفت کنن یعنی همون چیزی که تو گفتی نقد مخالفت تو هم با احترام رو همچنان توی دستور کارشون داشته باشن هرچند که خجالت آور باشه هرچند که سخت باشه گفتنش براشون چون واقعیت اینه که الان ما خوشبختانه میتونم بگم به نظرم جهان داره به سمتی پیش میره که هرچه بیشتر داره آگاه میشه نسبت به این سوگیری های شناختی و انگار که این فرهنگ پذیرش فرهنگ تعامل داره رشد بیشتری میکنه و خب من فکر میکنم که این از فردیت ما شروع میشه همونطور که تو میگی توی هر فضایی اگه ما بتونیم این فرهنگ رو فرهنگ تفکر انتقادی رو توی خودمون روشن بکنیم به کار بندازیم قطعا توی تعاملات اجتماعی کاری سیاسی اونها هم پیشرفت چشم گیری میکنیم خیلی ممنونم ازت ازت یاد گرفتم این 6 تا استراتژی ضد سوگیری که گفتی خیلی جذاب بود و برای من خیلی آموزنده بود آیدا پژوهش پژوهشگر و دانش آموخته فلسفه علم و از شما هم ممنونم که تا اینجا همراه بودین اپیزودهای قبلی آخرش سعی کردم بگم که حالا که ما داریم به ساده ترین زبان و در کوتاه ترین زمان به موضوع تفکر و انتقادی میپردازیم اگر که نوجوانی در کنارتون هست براش بفرستین که شاید مورد توجه باشه ولی این بار میخوام بگم این اپیزود رو بیشتر برای پدر بیشتر برای معلمها و احتمالا برای مدیرها و افرادی که فعال حوزه فرهنگی هستن بفرستید که این استراتژی ها اگر بتونه باعث بشه فرهنگ تفکر انتقادی رو ترویج کنیم احتمالا اتفاق بهتری باشه که اگر واقعا مخاطبان ما دارن با سوگیری های شناختی و تفکر انتقادی آشنا میشن فرهنگی هم وجود داشته باشه که بتونن اون رو بخشی از سبک زندگیشون داشته باشن ممنونم که ما تا اینجا دنبال کردیم